هزاران افغان امسال به جرمنی پناهنده شدند آیا جرمنی از این تعداد پناهندگان افغان نگران است بله ما نگران هستیم به خاطر که این مسئله حالا بزرگترین مسئله سیاست داخلی جرمنی و کشورهای اروپایی می باشد ما ها را تشویق می نماییم که در این کشور بمانند و تلاش کنند تا کشورشان را آباد کنند امسال جرمنی چه تعداد درخواست های پناهندگان افغان را میپذیرد؟ ام... exact... ما دقیقا ارقام ندارم که به چه تعداد افغان ها به جرمنی رفتن ولی در مجموع حدود 800 هزار مهاجرین به اروپا آمده که بیشترینشان از سوریه و عراق است. ما فکر میکنم افغان ها ها در رده دوم قرار دارن همچنان از غرب بالکان آمدن به چه تعداد از اینها افغان ها هستن؟ ام... ارقامی که من از ملل متحد دارم آنها گفتند که امسال از جنوری الا جولای در حدود هفتاد هزار افغان کشورشان را ترک کردند همه ایشان به جرمنی نرفتند به کشورهای دیگر اروپایی نیز مهاجر شدند ولی اکثریتشان به جرمنی رفتند آیا برخورد با مهاجرین افغان متفاوتتر با برخوردی است که با مهاجرین کشورهای سوریه و عراق صورت میگیرد No, not. All نخیر تمام مهاجرینی که درخواست پناهندگی دادن یکسان با ایشان برخورد می شود برایشان جای بود غذا و مراقبت های سیهی مهیا می گردد بعدا راجستر می و قضیه ایشان به زودی پروسس می چرا افغان بیشتر از کشورهای دیگر اروپایی به جرمنی می روند؟ all... این یک سوال مهم است از همه اولتر افغان ها کشورشان را به خاطر علت های امنیتی و اقتصادی ترک می کنند به خاطر که بعض جوانان خود را در اینجا خوب نمی بینند ولی این درست نیست رئیس جمهور اسبق کرزی در مراسم شهادت رئیس جمهور پیشین ربانی نیز گفت که اگر شما در افغانستان بمانید شما وزیر می شود، داکتر دکتر و انجینر می شود و در اروپا آینده ندارید آیا این پیام شما هم است؟ Yeah, and, um, I... بله هم همچنان بالای جوانان افغانستان صدا می کنم که بالای قاچاقچان انسانی تکیه نکنند این کار خطر دارد آنها فقط پول می گرن. آنها همرای جوانان افغان بازی می کنند بهتر این است که در این کشور بمانند و در بازسازی سهم بگیرند کشورشان به جوانان ضرورت دارند و کی است که این کشور را آباد کند جرمنی به چه تعداد افغانها را خارج کردند؟ <laughs> اخراج ما دقیق ارقام ندارم زیاد نیست با در نظر داشت اوضای امنیتی و اقتصادی در افغانستان آیا به بعضی افغانها قابل قبول است تا کشورشان را ترک کنند و در اروپا درخواست پناهندگی بدهند هر کس تصمیم خودش را میگیرد ولی من می خواهم بگم حکومت وحدت ملی بعد از یک شروع سخت حالا کارهایشان را منظم کردند آنها در نشست مقامات بلندپایا کارهای خوبی را انجام دادند کابینه مسلکی است و تعهد دارد تا آینده خوبی به این کشور فراهم کند دقیقا اوضای امنیتی و اقتصادی را شما در یک شب تغییر دادن نمی توانید از حکومت گذشته به این حکومت باقی مانده باید به حکومت چانس داده شود جرمنی به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی چی انجام دادند؟ Wow, I mean, all, um... از هم مهمتر باید ریشه مهاجرت غیر قانونی دریافت گردد و زمینه خوبی در این کشور مهیا گردد ما در 14 سال گذشته به میلیاردها یورو به افغانستان کمک کردیم تنها امسال 430 میلیون یورو در همکاری های اقتصادی با افغانستان کمک صورت گرفته است در مورد پروسه صلح جرمنی چی گونه از پروسه صلح حمایت میکند Um, all, in... نخست این پروسه باید بر رهبری افغان ها باشد در این زمینه بعضی از بازیکنان منطقوی و جهانی نقش دارند البته که پاکستان، چین و امریکا جرمنی آماده است که پروسه صلح را حمایت کند ما چنل نو را باز نمی کنیم هرگاه اگر از ما خواسته شود ما آماده استیم تا زمینه را مساعد بسازیم جناب سفیر شما حال روابط میان افغانستان و پاکستان را چی بعد از اعلان مرگ ملا عمر روابط هر دو کشور خراب گردیده است. Well, um, افغانستان, پاکستان... افغانستان و پاکستان هر دو همسایه های یک دیگر هستند. هر دو کشور باید بین خود صحبت کنند. در هفته آینده در نیویورک اسمبلی عمومی ملل متحد چانس این خواهد بود که بعضی از کنفرانس ها و ملاقات ها در مورد افغانستان خواهد بود من مطمئن هستم افغانستان و پاکستان صحبت ها را اثر گرفته و توقع دارم که گفتگوهای صلح به زودی دوباره آغاز شود و یگانه راهی است که تنشها میان افغانستان و پاکستان و میان افغانستان و طالبان حل گردد